شما هم سرزمینان ارجمندم. دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیرم. این برنامه یک برنامه متفاوته، در به طور کلی کارهای میان خطی، یعنی دارید بین دو خط شما وسط میخواهید بخونید ببینید که چه میگذره. فقط جمله نیست، فقط کلمه نیست. این است که ما در اینجا از متخصصینی دعوت میکنیم که بتوانیم در این راه همکاری بکنن، همراهی بکنن و این راه رو بتونیم به درستی ادامه بدیم. نخست میخواستم تشکر بکنم از دوستانی که با ما همکاری میکنن. خانم دکتر سپیده هستن، ایشون دوست داشتن که همین سپیده معرفی بشن. امروز آقای شهرتی فامیلی ایشون هم گفتن، حالا برجهت خانم دکتر مرتضایی و امروز خانم دکتر آزاده شمخانی به ما ملحق شدن که ما این برنامه رو اجرا بکنیم. ایشون دکترا در روانشناسی بالینی دارن و فوق دکترا دارن. البته میدونین این مسئله فوق دکترا بیشتر از اون چه که اسم فوق باشه بیشتر نماینده تحقیقات ریسرچ و منحصر شدن انسان به یک بخش به خصوص. و خیلی اصلا مثلا در چند رشته ببینید که فوق دکترا دارن، خب اینم ممکنه که امکان پذیر باشه. به شما عرض بکنم که ابتدا بذارید یه خوش آمد بگم بهتون. خانم دکترها خیلی خیلی خوش آمدید. در ضمن برنامه ما را آقای مهندس شهرتی اداره می کنند مثل همیشه. خیلی خوش آمدید سویده خانم، خوش آمدید آزاده خانم. سلام عرض میکنم آقای دکتر، هم خدمت شما هم خدمت تمام بیننده های عزیزمون و خیلی خوشحالم که میتونم در خدمتتون باشم. من همچنین سلام عرض میکنم و خوشحالم از این که در کنار شما هستم آقای دکتر و بیننده های عزیز. بله، به شما عرض میکنم که در هفته که گذشت، این البته یه پیشگفتار کوتاه خواهد بود، در هفته که گذشت ما ناظر یک جریانی بودیم که برای ایرانیای تمام دنیا اهمیت داشت و اون چاپ روجلد مجله جوانان بود که ناگهان سلسله پهلوی را آورد روی جلد و در این روی جلد شاهان پهلوی بودند به علاوه ولیعت و مادر گرانمایش بانو فرای پهلوی شهبانو، که خیلی خیلی اثر مثبت و بسیار امیدبخشی داشت برای ایرانیا و تلفن‌های خیلی زیادی شد و خیلی راجع به این موضوع ابراز خرسندی و حتی خوشبختی کردند. خوب این یک نکته بود، ولی در برابر امیدبخشی ها وقتی که بر میگردیم به کشور خودمون میبینیم که حوادثی پیش اومده که این حوادث بسیار بسیار تلخی بوده. از جمله میدیدم که دو دختر 14 ساله در خیابان، اینهایی که میان سابقا در ایران میگفتن، خیلی عذر میخوام از خانوما، ولی یک واژه‌ای که باجی میگفتن، باجی های مثلا برای یه نفر تلفن کرده بود که باجی های ارشاد اومده بودن ریخته بودن این دوتا دختر رو که خیلی متوحش بودن و خودشون پنهان کرده بودن. و این پنهانکاری که میخواست منجر بشه به اینکه اینا نجات پیدا بکنن، از دید تیزبین نیروهای انتظامی به هیچ وجه مخفی نموند. اونجایی که باید ببینن نمیبینن، ولی اینا رو خوب ببینن،
اینه که اومدن و این دوتا دختر گرفتن با یک وضع بسیار بسیار بد روی زمین قلتوندن. خب این نشان دهنده این است که هنوز مسئله روسری برای حکومت ما در ایران یک موضوع بی نهایت مهمیه و به هیچ وجه حاضر نیست که این موضوع رو پشت سر بگذاره. ولی فراموش نکنیم که در رسانه های تهران گزارش شد یه خانم که بسیار هم محجبه چهرش نشون داد، ایشون میلیاردها اختلاس کردن، مشغول خونه سازی بودن، مشغول بذر و بخشش بودن و یک تحقیقی که خوندم از قضا در یکی از مطبوعات ایران این بود که تمام افرادی که دست به همچین کارهایی زدن در بعد و تاریخ جمهوری اسلامی، اینا همشون اغلبشون هم نماز میخوندن هم روزه میگرفتن ولی در این حال این کارا رو هم میکردن. این خیلی خیلی عجیبه که ما مواجه هستیم با یه همچین مسئله. خب برگردیم به این که ببینیم ماشین سرکوب تا کجاها رفته، تا اونجایی که اغلب اونهایی که درباره زن زندگی و آزادی صحبتهایی کرده بودند از جمله رضا رسایی را کشتند. جوانی بود که تمام دنیا الان نسبت بهش عکس‌العمل نشون داده، گفتن که این کار درست نبوده، تلفن‌های خیلی زیادی شده به دولت ایران ازش خواستن که این کار رو دارید انجام میدید. متاسفانه این عمل انجام شده و این جوان کشته شده و به جز اون خیلی های دیگر، به جز اون افرادی هستن که الان حکم اعدام گرفتن. به این حکم اعدام در مورد اونها هیچ معلوم نیست که همین الان این اینا وقتی که به اصطلاح به این مراحل میرسه که با راجب آنچه در اونجا میگذره صحبت میکنیم، یادمون باشه که سوالی که پیش میاره که بعدا خواهم پرسید این سوال از شما و بهتره هم یه الان مطرحش کنم که بعدا این سوال فراموش نشه، این است که آیا این به طور کلی یه هیئتی هستن در ایران که اینا مشغول انتقام گرفتن از ملت ایران هستند یا واقعا یه هدف دیگری رو در پیش دارن که ما نمیدونیم؟ ولی اون چه که مسلمه اینه که هر کسی که در اون مملکت اسم و ملت و مرزهای ایران و ایران و اینا رو به کار میبره به نحوی گناهکار میشه در هر حال. خب حالا من میخوام امروز خانم تازه وارد، خانم دکتر دانشمند تازه وارد ما، میخوام یک سوال بکنم. ایشون از ایران اومدن و شاید بهترین کسی باشه که بتونه به این سوال جواب بده. چگونه است که افراد تیپ سرجوش کشور ما مثل خود شما اون مملکت ترک میکنن و میان به خارج؟ بفرمایید. حالا 5 دقیقه وقت هست راجب موضوع بفرمایید. مهاجرت، البته من مهاجرت نکردم، من از اونجا نرسیدم که بگم مهاجرت کردم و فرار مغزها داستان خیلی طولانی داره. ولی اگر اشاره کنم به مبحث اولیه فرمایش شما، ما یک مثلثی داریم به اسم خشم و گناه و غم که رابطه استرس رو نشون میده. برگردم به یه ذره عقب‌تر. آدمایی که بدوی فکر میکنن و نمیتونن رابطه بین خودشون با خودشون، اون چه که در درونشون هست رو خودشون هم قبول کنن، افکار بدوی دارن، از سبک خشم استفاده میکنن، خشمگین میشن، میزنن و همین داستانی که الان شما دارید در موردش صحبت میکنید، این افراد در واقع بدوی فکر میکنن.
یه قشر دیگه هم به اینا پیوند داده میشه به اسم قشر سرکوبگر. این اصلا ربطی نه به ایران داره، نه به امریکا داره، نه به آلمان. این ربط به انسان داره، رابطه من با من. افرادی که تو این پست‌ها گذاشته شدن و اصلا توجه نمی‌کنن که باید این دختر رو بزنن، منی که در واقع در یه جایگاهی و در یه سن و سالی بودم رو بزنن، پسر منو بزنن و و و. پس سرکوبگری کسایی که از سرکوبگری استفاده میکنن افکار بدوی دارن و رابطه خودشون با خودشون اوکی نیست. خب یه سری دیگه افراد هستن که دیگه تحمل و تاباوریشون پایین میاد. این افراد از سبک واپس روندگی و آیق بندی استفاده میکنن. مکانیزم دفاعیه، میگه فایت اند فلایت، تو یا فرار کن یا بمون بجنگ. ماها موندیم، جنگیدیم، هی هر روز تحمل کردیم، هی تاباوریمون رو بردیم بالا، هی احساس کردیم که امروز هم اشکال نداره، تا خواستیم در واقع با اون اتفاقاتی که پیش میاد آپدیت کنیم خودمون رو، دوام بیاریم، یهو یه اتفاق دیگه پیش اومد. هر روز یه اتفاق دیگه. دیگه در واقع دوام آوردن و پذیرفتن حقایق یه ظرفیتی داره. پس اومدیم از مکانیزم دفاعی فرار استفاده کردیم و اومدیم تو گروه واپس رونده ها و عایق بندی شده ها. خب پس این چهار تا گروه، یا شما باید از مکانیزم دفاعی فرار استفاده کنی یا آتش گرفتن و جنگیدن. اونایی که به نظرم آگاهانه تر و با توانایی بیشتر و با فکر بازتر هستن مهاجرت میکنن. مهاجرت میکنن چون موندن و سوختن در شرایط کنونی چیزی رو به دست نمیاره. اما یه گروه دیگه هستن که توانایی دارن، یعنی حقایق تلخ و شیرین رو میتونن بپذیرن، دوامشون بیشتره، تواناییشون بیشتره، خب موندن و دارن میجنگن، همونطور که مثلا خانواده های ما. من نظرم بر اینه که مکانیزم دفاعی فایت اند فلای و هر کسی با توجه به توانایی خودش انتخاب میکنه. اگر تونستی بمون و بجنگ و عوض کن، اما اگر نتونستی مهاجرت کن و بیا و یک سازه دیگه برای خودت درست کن که با یه قدرت دیگه بتونی برگردی. نمیدونم تونستم جواب سوالتون رو بدم یا نه آقای دکتر، اگه سوال دیگه هست من در خدمت. بله، خب میخواستم خانم دکتر سپیده راجع به این موضوع اظهار نظر بکنن، چون فقط و فقط از لحاظ زمانی تفاوت اومدن داشتید به امریکا. شما تقریبا خیلی جدیدن تشریف آوردید، ایشون یه ذره نسبت به شما قدیمی ترن. اگه تو دانشکده افسری همچی حادثه‌ای اتفاق می افتاد، اینایی که جدید بودن می با سلام می کردن به قدیمی ها. حالا خوشبختانه ما این داستان نداریم اینجا. بسرم سبیده خانم ببخشید شما هیچ بفرمایید. سبیده خانم شما هستید. خیلی خانم دکتر خیلی زیبا و به خوبی اشاره کردن، و ولی خب اگه بخوام از یه بعد دیگه به این قضیه نگاه کنیم، واقعیت اینه که دقیقا همینطوره. یه سری مکانیزم‌های دفاعی این وسط به راه میافتن که افراد تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن. ولی اگه بخوایم از دید اجتماعی مقدار به این قضیه نگاه کنیم و بخوایم نگاه کنیم ببینیم که در طول زمان چه اتفاقاتی برای فردی که حالا نخبه حساب میشه میفته که در نهایت تصمیم میگیره که علارغم بین باطنیش مهاجرت کنه، میبینیم که اون فرد فکر کنید در طول دوران تحصیل خودش حالا اون نابسامانی های جامعه رو میبینه که همونا دقیقا توی دانشگاه هم واقعا به طرق دیگه‌ای خودش رو نشون میده. در این حین خب از یه طرف استادای خودش رو میبینه، میبینه که استاداش آیا مثلا به خودش بگه اوکی من بمونم به مقامای بالای علمی برسم مثل استادم میشم، بعد نگاه به استادش میکنه میبینه استادش راضی نیست از شرایط زندگیش، و از طرف دیگه نگاه به کسایی میکنه که مهاجرت کردن و میبینه تو زندگیشون چقدر موفق هستن و یا به چیزایی رسیدن که اینا دوست دارن در آینده داشته باشن، و از یه سمت دیگه میبینن که اگه بمونن اون جایی که باید باشن و اون جایی که لیاقتش رو دارن که
بهش برسن نمیرسن. یعنی متاسفانه در کشور ما یک مسئله بحرانی که در جریان هست اینه که افراد در جایگاه خودشون قرار نمیگیرن و اون فردی که باید به یک جای بالا برسه به اونجا نمیرسه. و خب این خیلی مسئله مهمی هست. من این صحبت ها که کردم یاد یک ویدئویی افتادم که فکرم چند سال پیش دیدم و مطمئنم مشابهش بارها و بارها اتفاق افتاده و خواهد افتاد. اینکه یکی از ورزشکارهای ما یک مدال آورده بود در یکی از مسابقات فکرم آسیایی بود یا جهانی بود و به این فرد اومده بودن برای تشکر کتری جایزه داده بودن. و خب ببینید این سرخوردگی میاره، این اصلا حس خوبی نیست، این بیشتر یه حالت تحقیر و تمسخر داره برای فرد. و واقعا همینطور بود، ویدئویی که گذاشته بود دقیقا ناراحت بود و ابراز ناراحتی میکرد، در صورتی که اون فرد میبینه خب من اگر همین کار رو توی یک کشور دیگه بکنم کلی از من تقدیر و تشکر میکنن، قدر منو میدونن. خب اینها همه انگیزه هایی میشه که برای اینکه فرد محل زندگی خودش رو عوض کنه تا به یک کیفیت زندگی بهتری برسه و احساس کنه در جایی قرار خواهد گرفت که حقش باشه. ظرفیت آدم ها آقای دکتر تو واقعیت زندگی محدوده. ما تا میخواییم توی همین با توجه فهمش خانم دکتر، تا ما میخواییم یک در واقع بازسازی کنیم خودمون رو، یعنی اوکی من با این شرایط الان خودم رو تطبیق دارم، فردا یک اتفاق دیگه میفته. یعنی امثال مثل ما که الان تازه داریم انتخاب میکنیم که بیایم یا نیایم، دیگه ما در واقع جنگامون رو کردیم، تاونامون رو دادیم، هر روز منتظریم که اتفاقی بیفته. الان در حال حاضر هیچ خرید و فروشی در ایران صورت نمیگیره. خواب کشور یه روز به خاطر آفتاب، یه روز به خاطر چه میدونم آلودگی، یه روز خوابه. یعنی شما حتی اگر به بالاترین موقعیت خودت هم رسیده باشی نمیتونی الگوی خوبی باشی. من وقتی تو دانشگاه بچه‌ها دانشجوام ازم میپرسیدن، حالا آدمی بودم که بیزنس با من بودم، تدریس خوب انجام میدادم، توانایی خاص خودم داشتم، نمیتونستم به من یه الگو برای دانشجوام باشم. پس در نتیجه این موضوع اینجا میشه همون فراره، همون فایت اند فلایو که انتخاب میکنیم. فرار نه به معنی این که من کشورم رو دوست ندارم، نه به معنی این که من شرایط خوبی نداشتم، فرار برای ساختی دوباره. این مسئله که من جدیداً الان بعد از این دو سه روزه بهش رسیدم، میخوام واقعا اگه اجازه بدید بگم، مهاجرت خیلی سخته، شبیه مرگ مهاجرت. و من الان واقعا میخوام یه هشتگ مهاجرت مرگ بزنم. مهاجرت مثل اینه که شما میمیرید، میرید توی دنیای دیگه ای. اونایی که اون بر هستن اصلا نمیدونن تو این بر چه خبره. تو حالا مثل روح اونوریا رو میبینی، متوجه میشی که زندگیشون چطوره، ولی این برم همچین ساده نیست. این برم یک دنیای دیگه ایه که دیگه تو شاید اصلا هیچ وقت نتونی اون عزیزاتو ببینی. اینجا شرایط طوریه که تو اگه در بالاترین موقعیت کشور خودت هستی، ولی اینجا هیچی نیستی. از اول از صفر، اون کسی هم که تصمیم میگیره که مهاجرت کنه آسون نیست براش. بله. ببینید به کجا رسیده که انتخاب کرده. من از اون روزی که اومدم اینجا دارم با دونه دونه دانشجوی عزیزی که ساعتی شریف درس خوندن، کلی تکنیک دانشگاه تهران درس خوندن صحبت میکنم، اینجا همه غم دارن، همه اذیتن، ولی چرا اومدن؟ به خاطر اینکه اونجا دیگه جایی نبوده. من شما بخش خیلی مهم میره شروع کردید راجع به سختی مهاجرت. از بسا همینه، یعنی همه مردم قبل از اینم که مهاجرت رو انتخاب بکنن راجع به خطرات مهاجرت میدونن. کسی که از مرز میگذره و میخواد فرار بکنه میدونه گلوله ممکنه بیاد به سراغش، میدونه از گلوله بالاتر نداریم. ولی باز هم خروج از مملکت رو انتخاب میکنه، چه در ایران باشه چه در جای دیگه، فرق نمیکنه. حالا در بعضی جای دیگه با گلوله نمیزنن، آدم ها غرق میشن تو دریا،
مال بعضی های دیگه هست که به اصطلاح اون قاچاقچی ها اینا رو میکشن، از بین میبرن، انواع اقسام گرفتاری ها براشون پیش میاد. ولی ببینید چقدر باید یکی ناراحت باشه، چقدر احساس ناراحتی بکنه که پی همه این چیزها رو بخواد به تنش بماده. ما وقتی که میبینیم که تمام شاگرد اولهای دانشگاه شریف آریامهر سابق 90% شاگردای درجه اولشون خارج از ایران دارن زندگی میکنن، خوب اینا میتونستن تو ایران بمونن به یک نحوی، به یک کمکی باشن، ولی کمک نمیخواستن ازشون. یعنی وقتی شمایی که میری دکترات میگیری میبینی که مورد نیاز میگن نیستی، باید حتما بری فرض بکنید که برای خود دفتر باز بکنی و کار شخصی انجام بدی. شاید نخواهی بکنی، شاید بخواهی به دیگران کمک بکنی، شاید بخواهی تحقیقات بکنی، شما نگاه بکنید. و نکته دیگری که در گفتگوی شما بود، واقعا گفته های شما بود، مسئله اینه که در ایران الان هیچ حرکتی صورت نمیگیره و مردم مثلا اصلا معامله نمی کنن الان. این اصطلاح آمریکاییش نامنس بی‌حسی اجتماعی، به دلیل اینکه زمانی که میزان درد از حد معینی تجاوز بکنه ما دیگه حس نمی کنیم. شما درد رو تا موقعی حس می کنیم، دو جور درده، یک درد روانی و یک درد جسمانی. درد روانی رو تا موقعی حس می کنیم که این اعصاب این فرمان رو بتونن به مغز برسونن، بلا نمیره آدم حس نمی کنه. خیلی هستن موقعی که اینا رو می سوزوندن داشتن صحبت میکردن، همچنان درد نبود، داشتن داد چیزی دیگر میزدن، یا موقعی که داشتن میکشتن. این درد روانی راجبی این قضیه هست که این نامنس، این بیهسی اجتماعی را آورده که افراد نمیتونن واقعا یک جوری احساس ناامیدی بهشون دست داده که میبینم فایده ای نداره. این کلمه بیفایده، فایده ای نداره. وقتی شما الان چقدر تو این تلویزیون ها، اینایی که به تلویزیون ها تلفن میکنن، پیغام میذارن، شما دقت بکنید، اغلب میگن خوب مثلا آقای پزشکیان اومد، پزشک گفت ولی چه فایده ای داره، مثلا آقای فلانی اومد ولی چه فایده ای داره. این کلمه بیفایده بودن یعنی ما داریم یک درد مداوم کرونیک همینجور ادامه داره داریم حسش میکنیم، به این درد نمیذاره دیگه دردهای دیگره حس بکنیم. شما میگفتن که دفع فاسد و افسد بکنی، یعنی اونی که فاسد داره، یعنی این درد بدنی یه موقع بود داغ میکردن افرادی که سردرد داشتن. در قدیم اون حکیم باشی های گذشته، اینایی که میگرن داشتن، اینا رو سرشون داغ میکردن، این انقدر میسوزون که دیگه میگرن فراموش میکردن. حالا موضوع همینه، یعنی ما مواجه هستیم با یک مسئله ای که راجع به انسان و انسانیت و انسانگرایی هیچ نوع پاسخ انسانی افراد در ارتباطات خودشون نمیبینن. مثلا مثال برای شما میذارم، میخوام اینه ببینیم چقدر اتفاق میفته که از همین دو هفته پیش تا حالا چند تا خانواده به دادگاه مجبور شدن که برن، بعد تو دادگاه کتکشون زدن، اینا رو خودشون پخش میکنن. ما که نمیگیم که عکساشون هست، فیلماشون هست،
بعد میگن مثلا توی دادگاه 10 نفر 15 نفر ریختن روی سر ما. حالا چرا؟ چون احتمالاً یه حرفی زده که اون حرف از نظر دادگاه درست نبوده. من اینو میفهمم. ولی اینه که بریزن روی سرش کتکش بزنن به علت اینکه اون حرف نادرست زده. حالا من میگم نادرست. حالا اینه موضوع. میخواستی یه چیزی بگید شما. بفرمایید جانم. داشتی یادداشت میکردی. دیدم. بفرمایید. من یه موضوع رو اینجا خیلی یادداشت کردم. در روانشناسی یه مسئله هست به اسم داغ روانی. مسئله روانی. من شما درس بستیدم استاد. اما میگه که ما توی مسئله گریز از واقعیت درون و بیرون خودمون به یه جایی میرسیم که نه تاب احساس ناشی از این حقیقتی که داره و موجوده رو داریم نه میتونیم باش کنار بیاییم. خود من در واتساپ ایرانی استاتوس میذارم برای دانشجوها، برای مراجعینم و تایم پزشکیان شد. آقای دکتر پزشکیان رو خوشحال بودم که یک تحصیل کرده یه که وارد سیستم میشه. خیلی خوشحال بودم. گفتم بین بد و بدتر این خیلی بهتره. من اصلا سیاسی نیستم. نمیخوام وارد مسئله سیاسی هم بشم اصلا. چون قصد برگشتن اومدم خانوادم اونجا هستش رو دارم. اما رسید به یه جایی که جدیدن تو یکی دو هفته متوجه میشم. خب شمایی که به مردم قول دادید، شمایی که گفتید من از کرد و ترک نمیدونم همه این خانواده ها ژنم میرسه، شما دیگه چرا جلوگیری نکردید؟ آیا به من موقعیت اول نمیتونستید بگید؟ خب نمیتونستید بگید استوب کنید، هیچ اعدامی صورت نگیره، بررسی بشه، نیاز به بررسی بیشتری داره؟ نمیدونم، من آدم سیاسی نیستم، اما اینو میدونم که مردم توی ایران به مسخی روانی رسیدن. وقتی باشون صحبت میکنی اینقدر بار مشکلات زیاد شده. اینو میخوام یه یادداشتی برداشتن میخوام بگم خدمتتون. ببینید ما میگیم داغ ها بار دارن، هر داغی یه باری داره. مثلا داغ شرایط اجتماعی، خب بارش میشه 70. من 70 تا به هم فشار میاد. داغ بی درآمدی و دخل و خرج به هم دیگه نخوره. مثلا من یه آورده ماهانه باید داشته باشم، یه خرجی هم باید بکنم، یه پسندازی هم باید داشته باشم. وقتی کسی در واقع دخل و خرجش به هم نخوره استراب داره. وقتی استراب داره داغش 40 تاست، یعنی نداشتن پول 40 تاست. خب وقتی یک آقا و یک خانمی پول خوبی نمیاره توی خونه، شرایط فکریش خوب نیست، همش توی مسائل مالیش درگیره، نمیتونه یک زندگی زناشویی خوبی داشته باشه. پس در نتیجه مشکلات زناشویی پیش میاد. مشکلات زناشویی قبل از طلاق 50 تا داغ داره، یعنی بارش 50 تاست. خب بچه ها میرن بیرون، میان میبینن که شرط زندگی اونی نیست که باید باشه، درد زیاده. آقای دکتر شما نیستید اونجا. من توی نمیگم میرم توی فروشگاه های آنچنانی خرید میکنم، تره بار سر کوچم، بارهای بار من توی تره بار وایستادم که گوشت بگیرم. آدم های اومدن گفتن که میشه از مرغ مرغ که کلیه دیگه، یه مرغ میخواد بخرد، میگه میشه یه ذره ارزون تر بشه، میشه مرغ یه ذره سبک تر بشه. آقا مرغ آورده داره تره بار میشه، یعنی کمترین مردم ندارن که بخورن. شما اون پایه حقوق رو نگاه کن با این مبلغ. خب پس این داغ روانی سرشه، داغ روانی نداشتن این فشار روی این آدم بگیم حداقل 30 تا باشه. خب یک آدم وقتی شما یه عزیزی رو از دست میدی داغ روانیش 80 تاست، یعنی مرگ داغ روانیش 80 تاست. ولی یک نفر توی ایران 70 40 50 30 نزدیک 200 بار غم و مشکلات داره تحمل میکنه. خب این اصلا زنده نیست. خب وقتی نمیتونه هیچ چیش با هم دیگه نمیخونه، زنده نیست. وقتی زنده نیست مسخ روانیه. پس هر چیزی رو که بهش میگن، مگه ما نمیگیم، ما تو روانشناسی میگیم اگر کسی رو میخوای در واقع هیپنوز کنی باید از غیر از اینکه خانم دکتر سبید، خب شما خودتون در جریان هستید،
هیپنوزش کنید بعد شرایط آروم باشه، این مدل میشه. همه هیپنوزن، همه آدم های ایرانی از بم هیپنوز شدن. تصمیمات غلط مگه دست خودشونه که این تصمیمات رو میگیرن؟ نه، مسخ روانی شدن. من به یک مسئله رسیدم با توجه به فرمایشات شما. داغ زیاده، یا باید شبیه کره بشی که دیگه اصلا بپذیریم، پذیرش برسیم به پذیرش، از کشورمون هم خارج نشیم، اینترنت هم نداشته باشیم، با دنیای خارج. ببینید خانم، من میخوام همینجا که این صحبت کردید به اینجا رسیدید. بله. این داغ یا این که بپذیرن، مسئله اینه که این کاری بوده که ملت ما الان 45 ساله که کرده، این داغ رو همینجور پذیرفته. شما بیایید از زنها، از تمام خانمایی که باشون آشنا هستید بپرسید، سوالتون این باشه که اگر خیلی هم وضعشون خوب بوده، آیا اینا توی محیط اداری تأمین داشتن؟ آیا اینا به عنوان یک زن، به عنوان یک خانم، حالا ببینید، من دارم برمیگردم به روسری، اگر زن آزادی داشته باشه اونجاست که میتونه جلوی اون مرد وایسه. ولی وقتی که روسری باید یک حاکمیتی به مرد بده، اینه که به خودش اجازه میده این کار بکنه. من میخواستم خانم دکتر سپیده بخصوص راجع به این موضوع و جریاناتی که در تجربیات خودش در جنوب ایران دیده، یه راجع به این صحبت بکنه. سپیده بانو بفرمایید جانم، اقلا 5 دقیقه. مرسی، متشکرم از اینکه این موضوع رو مطرح کردید، چون واقعا خیلی موضوع جدیه که چطور پوشش خانوم ها به خاطر پوشششون، چه در محیط کار و چه در محیط بیرون که میرن، تحقیر میشن. این صحبت شما منو یاد یه خاطره انداخت. توی یکی از مناطق محروم ایران که کار میکردم توی جنوب کشور، خاطرم هست که من به بانک رفته بودم و صرفا به خاطر اینکه من اون پوششی که حالا مد نظر اون معاون بانک بود نداشتم، رو پرونده بانکی منو کامل جوری پرت کردن رو زمین که کلش کف بانک رو پر کرد. یعنی وقتی ما میگیم چرا تصمیم میگیرن آدم ها مهاجرت کنن، حالا این یه مثال خیلی کوچیک از تحقیر میتونه باشه که شما فکر کنید تو طول روز بارها و بارها باهاش مواجه میشید. یعنی خانوم ها به کراس با این قضیه مواجه میشن. حالا شما در نظر بگیرید، تازه من کسی بودم که من یک آدم تحصیل کرده بودم و معمولا جاهایی که میرفتم توی سیستمای اداری به خاطر کاری که داشتم، حالا یک سری اتوریتی ها داشتم که ناچار بودن که به حرف من گوش کنن، ولی خواه ناخواه تحت تاثیر قرار میگیرن خانم ها. مثلا من به عنوان یه پزشک خانم که کار میکردم، متاسفانه هنوز بیمارانی بودن میومدن که آقا بودن و صرفا به خاطر اینکه من خانم بودم پشتشون رو به من میکردن، میایستادن حرف میزدن، روشون رو به دیوار میکردن، یا مثلا میخواستن صدا کنن آقای دکتر میگفتن به جا خانم دکتر. ببین، نه، هنوز متاسفانه این مسائل خیلی توی کشور هست و واقعا احساس تحقیر و سرخوردگی برای آدم میاره. حالا شما این مسئله رو بذارید کنار اینکه آدم مدام هی هر روز ببینه خانوما رو به خاطر پوشششون، دخترای جوون ما رو به خاطر پوشششون زیر بار کتک میارن و واقعا دردناکه. یعنی من این خبر دو تا دختر نوجوونی که کتک خورده بودن و شنیدم، واقعا احساس کردم قلب من دارن واقعا پاره پاره میکنن و واقعا غیر قابل تحمل، واقعا یه تراژدی هست و به کرات در طول روز در چه سیستمای اداری، چه توی خونه، چه محیط بیرون، خانمای ما متاسفانه تحت هر عنوانی به خصوص عنوان پوشش تحت تحقیر قرار میگیرن. بله، نکته مهمیه. نه تنها این قضیه که خانوان اینجور مورد به اصطلاح تجاوز رفتاری و گفتاری و کرداری قرار میگیرن، نکته های دیگه ای هم تو این قضیه هست. شما نگاه بکنید، وقتی که یک مرد خودش اجازه این میده که خانومی شوهر داره اومده توی آفیس برای این که کمک بکنه به همین فرمایش که الان خانم دکتر شمخانی اشاره کردن، من شمخالی هستم،
آزاده شمخالی. من شمخالی هستم. من کرد و شمخالی. بله. جور دیگه گفتم. بله من از همینجا به همون کودکانی برای اسلام گینم و امروید اگر سوالی کن هیا من هم لخمت کنه به کردی جوابمو و لس آنجلس ها چوانم للیانو لکناریانو با رابط درمانی با شتکانی تلین این هم که خودم معرفی کردم که دیگه من کردم دیگه من شمخانی نیستم من یکی دیگه خیلی باش. روسری رو آقای دکتر من یه قضیه روسری اینجا اجازه بدین من این مسئله رو بگم. حالا در هر حال ببینید نقطه اینی که اشاره کرده به این مسئله یک زن شوهردار کسی که متأهله و ما همیشه صحبت میکنیم که ما یه ملت غیرتمندی هستیم ما. این ادعاش لااقل خیلی خیلی زیاده ما اینقدر غیرت داریم که مثلا میگیم فلان مملکت به ما این توهین کرده ما باید غیرتمون اجازه نمیده باید حتما باید مثلا بزنیم بکوبیم هر کار دلمون میخواد همون جور که او کرده این کار ما هم بریم انجام بدیم. حالا ببینید این صحبت ها به جای خودش. ببینید انتظار اون مرد با غیرت چیه؟ آیا انتظار داره که وقتی یه زنی که شوهر داره باش رابطه برقرار بکنه؟ خب وقتی رابطه برقرار کرد مطابق فرهنگی که ما داریم پری خودش احساس میکنه که آه من چون به این فشار آوردم این زن عاشق من شد یا اینکه این اصلا زنی که معمولا این کارا رو میکنه. به نتیجه اینکه بسیار بسیار مسیر اینی که زن رو از اون مرحله دوست داشتن وجود خودش کنار بکشه و زن به خودش بگه من ارزشی ندارم. اگر زن به خودش بگه من ارزشی ندارم اون وقت این حادثه ای اتفاق میفته که شما تو خیابونای تهران میبینید. اون وقت این حادثه اتفاق میفته که یک دفعه میان میگن که در کرج یک سازمانی که با خانم های فلان سر و کار داشت با 17 عضوی که در این خونه بودن دستگیر شدن. این پیروز بود چند روز پیش بود من خوندم. خب ببین شما بیایید بررسی بکنید این اون 17 نفر رو. من که مطالعه فقط از راه دوره یعنی خیلی ساده اون محقق اون جامعه شناس حالا بیاد بگه که خب یه همچین جریانی شده من میخوام یه کمکی به دولت بکنم برم با اینا مصاحبه بکنم و هر نتیجه‌ای که گرفتم ببرم بدم به رئیس کل مثلا بدم به آقای پزشکی الان مثلا معاونن دیگه ایشون حالا بدم به ایشون بگم آقای پزشکیان این 17 تایی که من رفتم تحقیق کردم این 17 تا سوابق اینا رو که رفتم دیدم آیا این سابقه از فروش اینا بوده به وسیله کی؟ به وسیله پدراشون؟ تعجب نکنید در زمان اعلی حضرت آریامهر در اون زمانم من در دانشکده خدمات اجتماعی با خانم دکتر با خانم ستاره فرمانفرماییان رئیس دانشکده بود من مسئول تحقیقات اجتماعیش بودم و یه عده‌ای رو ایشون ترین کرد آموزش داد و فرستاد به شهر نو کارت گرفتن رفتن تو شهر نو اون موقع با دونه دونه از این بانوانی که در اونجا بودن مصاحبه کردم
این مصاحبه نتیجه گفتگو با در حدود 2000 نفر آدم بود. خب ما یه تهرانی داشتیم که 2000 نفر آدمه که این لیبل و این تجاوز به اصطلاح برچسب بهش زده میشد در یک جایی حضور داشتن، معلوم بود کجا بودن، تو به اصطلاح در مکانهای مقدسه به این صورت نبودن، در جاهایی بودن که مردم میدونستن اون کسی که تو ذهنش بود کجا باید بره. حالا اینا توی گفتگوی خودشون 50% گفتگوشون این بود که ما به وسیله پدرهامون شیربها گرفتند، شیربها مال مادره، مال پدره گرفته، و این دادن به رانندهی که از اون اومده بوده تو اون دهکده که ازدواج بکنه. ظاهرا اون پدر بدبخت فکر میکرده دخترش داره میره عروس میشه، بعدم احتمالا میره تهران یا میبرن جای دیگه، میگفتم بعدا نامه میندیسه به شما. این دخترها میگن وقتی اومدیم اینجا ما رو فروختن و گریه زاری اداره دختر دهاتی داره چیکار میکنه، نمیدونسته اصلا سن سالی نداشتن که از در اونجا بیرون میومدن به وسیله عوامل خودشون گرفته میشدن. خب ببین چقدر آسون بود، آیا به وسیله کی این کار انجام شد؟ منظور من حالا برمیگردم رو اون 17 نفر، اون 17 نفر چگونه به اونجا راه پیدا کردن؟ خبری که بعضی از جامعه شناسا در ایران به من میدن، تحقیقی هم نمی کنن ها. اگه تحقیق بکنن خود نمیان این کار بکنن، چون من میگم تحقیقی بوده، این است که این افراد به وسیله شوهراشون فروخته شدن. شوهرها از نداشتن، از بدبختی هایی که به سرشون اومده بود اینها رو فروختن. شما این موضوع سوال من اینه، من میخوام واقعا توی کار روانشناسی احتمالش هست اومده باشم. شما آیا کلاینتی داشتی؟ من میخوام آنستی این مردم بدونم، آیا داشتی کسی که این گرفتاری رو به سرش اومده باشه که شوهرش او رو وادار کرده باشه به این کار، یا لااقل وقتی خبر داره یعنی وادار کرده یا خبر داشته؟ من باید بگم آقای دکتر چی جانم؟ من یا خانم دکتر کدومی که من جواب بدیم؟ میخواستم شما جواب بدید بعدن. بعدن با توجه به این چند سال تراپی که توی ایران داشتم، موردهای خیلی زیادی بوده در رابطه با اون قسمت اول صحبت خانم دکتر سفیده جان. من اینو بگم خیلی خوشحالم برای اینکه مراجعین خاص پیش من می اومدن. من در تهران در چند جای تهران خودم میدون ونک کلینیکم، ولی تو نیاورانم کار میکردم، تو مولوی خیابون هرندی هم چهارشنبه ها رایگان میرفتم کار میکردم. موضوع روسری رو بگم، از خانواده های خود نامبر وان ها دخترهاشون می اومدن، نه تنها روسری نداشتن، نه تنها حجابشون مثل ماها نبود که ما مثلا از اول هم همین مدلی بودیم، بلکه به سمت ببخشید سیکس ورکری هم جلو رفته بودن. اینو بهتون بگم که قضیه روسری اصلا یک مسئله ایه که باید بشینیم ساعتها در موردش صحبت کنیم که الان نسبت به قبل خیلی عوض شده. این نسل سوم اصلا نسل زد و اینا کاری ندارم، این نسل سومی که تو خود خانواده های بسته بزرگ شدن خودشون دارن با خودشون مبارزه میکنن. این مسئله روسری که در موردش میتونم این عوض شده ولی دیر پیروز این اتفاق افتاده. خب قطعاً برای اینکه قانون باید عوض بشه، نه اینکه آدم ها حالا برزن اون که 100% اون که شکی درش نیست، اما میگم یه همچین چیزی هست. حالا مسئله بعدی برای اون سوالی که از من پرسیدی، بله من مراجعه زیادی رو مخصوصا چهارشنبه ها داشتم که یه روزی خانومی اومد و ظاهرش یه ظاهر زن معمولی بود، برگشتم بهش گفتم که شغل چیه؟
گفتش که من یه ذره منمن کرد و متوجه شدم شوهرش از داربست افتاده تو خونه فلجه و توی یک اتاقی که داشتن این بند خدا برای گذروندن زندگیش مجبور به تنفروشی بود. سه تا بچه داشت این خانم، این صحبت مال قبل کروناست، سه تا بچه داشت و بوی خیلی بدی می اومد. گفتم میشه لباستو باز کنی ببینم چه اتفاقی افتاده؟ باورتون بشه آقای دکتر، تمام بدنش زخم بود. خب کسی که میره با اون هم بستر میشه، ببین اون در چه شرایطیه. بعد اصلا چون زده بودنش، چون سیگار بهش چسبونده بودن، چون گفتم کجا دارید این کار انجام میدی؟ سه تا دخترم داشت. گفتش تو خونه خودمون. گفتم مگه یه اتاق نداری؟ گفت برای شوهرم یه پرده کشیدم چون من جایی رو ندارم. الان شما میگید، گفت یه پرده کشیدم، یه خانواده ای هم کاملا مشخصه، این خانواده یکی دوتا نیستم، خیلی زیادن، که گفت پرده کشیدم و من این شغلم سیکس ورکری الان متاسفانه شده یک شغل. حالا توی قشر مستضعف یه مدل که این مدلیه که بچهش بعد از 3-4 ماه آورد، دیدم ای بچهش هم رنگش پریده. وقتی باش صحبت کردم متوجه شدم دختر 10 سالش هم حامل است. کجا؟ تو همون خونه حامل است. این داستان که دیگه آقای دکتر برای شماهایی که میگید مال اون سال رفتید تحقیق کردید، الان اصلا نیاز به تحقیق نداره. دانشجوی من الان ماشاءالله راجع به این، ما یه گروهی داریم به اسم پاشنه‌های شکسته، صد پاشنه شکسته، که تو گروه صد پاشنه شکسته بچه‌ها میان، دانشجوها میان صحبت میکنن، ما پره خیلی، اصلا بچ مایندی الان زیاد شده. متاسفانه این نیست که یکی مثلا کارشه، یکی دیگه اصلا فکرشه. داستان این مسئله خیلی پیچیده است و خیلی زیاده. خیلی روشنگریتون در این مورد خیلی شکافتید، خیلی اون عمق قضیه رو به اصطلاح مطرح کردید و خیلی ممنون. ولی آقای دکتر یه مسئله‌ای که اینجا هست، مثلا مقاله، ما خب اینا رو جمع می‌کنیم، تبدیل به یه مقاله می‌کنیم، تبدیل به یک پایان‌نامه می‌کنیم. اول اینکه باید آخرش یک مسئله‌ای رو بچسبونیم، یه چیزی رو بچسبونیم که اجازه چاپ به ما بدن. دوم اینکه این مقاله که می‌نویسیم مثلا 20 صفحه 30 صفحه است، 2 تا الی 3 صفحه رو در میارن، اجازه چاپ نمیدن. و اصلا تو نتونستی تو اون مقاله اون چیزی که می‌خوای برسونی. بعد در واقع به جای خاصی نمیرسه تحقیقات، و تحقیقات همینجوری سربسته میمونن. یعنی به قول آقای یکی از بزرگا میگفت بدترین دروغ دروغیه که به خودمون میگیم، و اونجا دروغهاییه که به خود میگن، و وقتی میگن ازشون میپرسن چه خبر، میگن همه جا بلبله. میگه بدترین دروغ اون دروغیه که آدم به خودش میگه، چون خودش با خودش رو راست نیست. پس ما در جای زندگی میکنیم که اینطوریه. متاسفانه. بله من این موضوع رو یاد داشتم. حالا من میخوام که این بحثی هست که خیلی خیلی ریشه داره و حتما در آینده راجع بهش گفتگو خواهیم کرد، ولی میخواستم که یک موضوع دیگر رو که در بی ارتباط نیستن اینا با هم دیگه، ولی مطرح بکنم، چون وقتمون یه جوری هست که من میخوام که خانم دکتر سپیده لاغت با تمام وقتی که داریم 5 دقیقه هست اولا 4 دقیقه بشه، خانم دکتر سپیده راجع به جریان ازدیاد جرم توی جوانهای ایرانی در محیط ایران و حتی خارج از ایران، یعنی شما این بچه‌هایی که میان که شما وقتی مطالعه میکنید ببینید که در چه گروه هایی میرن و چه کارهایی میکنن گاهی اوقات، ولی در ایران مسئله صحبت هایی که میکرد یکی از دوستان میگو بی نهایت زیاد شده بچه ها چاقو کشی، مثلا بچه های 15 ساله 16 ساله 18 ساله اینا خیلی دست به چاقو شدن، یعنی آسون شده براشون. خانم دکتر سپیده بفرمایید جونم. بفرمایید عزیزم.
بله، این صحبتی که می‌فرمایید در مورد حالا بچه‌هایی که دست به چاقو میشن، دقیقاً آدمو یاد اختلالات شخصیتی حالا کانداکت دیزوردر که بعداً در آینده تبدیل میشه به آنتی سوشال یا شخصیت ضد اجتماعی میندازه. دقیقاً یعنی اختلالی هست که افراد برای حق حقوق دیگران ارزش قائل نیستند و معمولاً رفتارهای خشونت آمیز نشون میدن. البته باز این که میگین که حالا چاقو دست میگیرن، اینا خیلی چیزای دیگه‌ای هم پشتش میتونه باشه. انواع و اقسام اختلالات روانی هستن که در نهایت میتونن منجر به این قضیه بشن. ولی من فکر میکنم که یک چیزی که خیلی این خیلی تاثیرگذار هست قطعاً اون خشمی که الان در جامعه برقرار هست، قطعاً میتونه اون مشکلاتی که در جامعه هست و اون مشکلات خانوادگی که ایجاد میشه، مسائل اقتصادی که نقش خیلی بزرگی رو بازی میکنه و قطعاً این یه خشمی رو افزون میکنه به این افراد که این اختلالات رو دارن و قطعاً میتونه یه تریگری باشه که این اختلالات زودتر خودشون رو نشون بدن یا به فرم شدیدتری خودشون رو نشون بدن. و از طرف دیگه وقتی که افراد مشکل اقتصادی داشته باشن، خانواده‌ها قطعاً مراجعه به پزشک و روان پزشک هم براشون کمتر خواهد بود، چون از پس هزینه درمان بر نمیان و خب درمان نمیشن، همینطور مشکلشون حل نمیشه، ادامه پیدا میکنه و این یه سایکلی هست، یه چرخه‌ای هست که همینطور ادامه پیدا میکنه. بله، ببینید خانم دکتر شبخانی، من فکر میکنم که میتونیم یک دقیقه و نیم میتونم به شما بدم. بفرمه جناب، شما نظرتونی بگید راجع به همین. ببینید خشم حالا ریشه های مختلفی داره که من میگم خشم ریشهش ترسه، غمه، احساس ناکامیه. و حالا چرا جوونا، همه آدم ها خشمگینن، عصبانین، تو رانندگی، تو خرید. ما سه تا نیاز اصلی فیزیولوژی داریم: نوشیدن، خوردن، مهرورزی. اینها لازمه، یعنی لازمه زیستنه. هر سه تاش زیر سواله. مهرورزی وجود نداره متاسفانه، نوشیدن و خوردن مناسبی وجود نداره. خب قطعا وقتی شما نیازهای فیزیولوژی، نیازهای ابتدایی هنوز تأمین نیست، خشم میاد توی قسمت مرحله دوم، امنیت، حرمت اجتماعی. خب اینطوری نیست که بگید بچهای ما کم تربیتن، بچهای ما بلد نیستن. بلدن، ولی نیازهاشون چون برآورده نمیشه، چون اون در واقع آزادی و مراقبت‌های بهینه و چه میدونم نیازهای فیزیولوژی اینا نیست، در کنارش قطعا خشمگین میشن. من با بچه ها سر و کار دارم، من با نوجوان ها سر و کار دارم تو دانشگاه. بچه ها خانم خیلی فرمایشتون درسته، یعنی واقعا میتونه یک قضیه تطوری خشم میکنه که مسئله محرومیت انسان و ناکامی انسان باشه توی زندگی. خیلی خیلی درسته. ببینید یه مثال کوچک براتون میزنم. این جوونه، حالا دختر پسر، میبینه مسابقات المپیک شده، بعد نگاه میکنه ببینه دختر فلسطینی لباس شنا پوشیده و میپره توی استخر با بقیه و این کار میکنه، و اینم تو ایران همون روز دیده که تو سر کسی زدن که چارقدش مثلا خوب نبسته. ببینید اینا اذیتشون میکنه، این بچه ها عصبانی هستن، بچه ها نوع عصبانیتشون از نوع عصبانیت با نوع عصبانیت مردا فرق میکنه. خیلی متشکرم خانم دکتر شمخانی، واقعا لطف کردید با ما بودید. سفید بانو خیلی خیلی ممنون، خانم دکتر خیلی خیلی ازت متشکرم، از همه تون. آقای مهندس شهرتی خیلی خیلی ممنونم، و شما بینندگان ارجمند، بدون شما ما هیچ هستیم. روز روزگارتون خوش.